سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و بینندگانی که برای دیدن این ویدیو وقت میذارید امروز هم ادامه بحث ناسیونالیزم رو خواهیم داشت و به بحث بسیار مهم ناسیونالیزم قومی میپردازیم آنچه که در زبان فارسی در ادبیات فارسی ترجمه شده از اتنیک نشنالیزم به عنوان ناسیونالیزم قومی رو بررسی میکنیم و همچنین ارتباطش با موضوعات روز مخصوصا حملاتی که به خانم رویا شده بود در مورد تقدم خون و خاک و موضوعات هاشیهی که پیش اومد اتفاقا به بحث ما مربوط خواهد بود ولی قبل از این در برنامه قبلی که به بحث ویدیوی سمینار دانشگاه الیسی رو منتشر کرده بودم و در اونجا عرض کرده بودم که در چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه کورت ها هیچگاه به نام اسلامگرایی سیاسی نیفتادند سوالاتی مطرح شد من الان در چند دقیقه به بخشی از این سوالات تا که بتونم پاسخ خواهم داد و بعد به بحث ناسیونالیزم میپردازم سوالات میشه گفت اگه بخوام تقسیم بندی کنیم یکیش درک نادرستی بود که از مفهوم سکولاریزم وجود داره دومن به شالش کشیدن ادعای من در مورد کردستان ایران بعد از انقلاب پنج و هفت و همچنین به چالش کشیدن بحث سکولاریزم در کردستان عراق انتقالات رو به این سه دسته میشه تقسیم بندی کنیم در مورد بحث سکولاریزم مثل اینکه هنوز روی این مفهوم به اندازه کافی کار نشده بسیاری اون رو به عنوان دین ستیزی یا دین زدایی از جامعه تلقی کردند یا اینکه چون این تلقی کردن که فردی که سکولاره حتما ضد دینه فردی که مذهبیه حتما ضد سکولاریزم هست در صورتی که چنین نیست سکولاریزم آنچنان ربطی به اعتقادات فردی انسان ها مخصوصا اعتقادات مذهبیشون نداره بلکه براش مهمه که در میزان دخالت مذهب در حکومت و در قانونگذاری و در دولت رو به حداقل برسونه اگه بشه به صفر برسونه و همچنین تا اونجایی که ممکنه نقش مذهب رو در عرصه عمومی اجتماع هم کاهش بده به مینیموم برسونه به چه معنا صرف نظر از اینکه یک جامعه ای چقدر افراد شهروندانش مذهبی هستن یا نه مهم اینه که قوانینی که در تصویب میشه و در اون جامعه اجرا میشه منشه انسانی داشته باشه نه منشه آسمانی یا منشه دینی شما تصور کنیم من سه جامعه دینی اسم میبرم سه جامعه مسلمان بنگلادش اندونزی مالزی کسانی که که احیانا به این کشور را سفر کردن یا مطالعه کردن میدونن که مردمان این مناطق که عمدتا مسلمانان و حتی اندونزی بزرگترین کشور مسلمان جهان هست و همچنین یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان در این کشورها اتفاقا مردم به آداب مذهبی بسیار پای در زندگی شخصی خودشون مخصوصا اونی که نمود اجتماعی هم داره مثل حجاب، نماز خوندن، رفتن به مسجد، روزه گرفتن در این جوامع بسیار رایج هست شاید من با احتیاط میتونم بگم 90 درصد شاید بیشتر از 90 درصد زنان بنگلادیشی و اندونزیایی محجبه هستند یا مثلا واقعا میزان روزه گرفتن در اونجا بسیار زیاده موقعی که ببینن یک فرد مسلمان هست و روزه نمیگیره بسیار تعجب میکنن تقریبا براشون پدیده نادریه اما آنچه که مهم است در این کشورها روزه داری روزه گرفتن به قانون اجباری تبدیل نشده یا روزه خوردن روزه نگرفتن جرم تلقی نمیشه مهم اینه که در این کشورها نداشتن حجاب جرم تلقی نمیشه مهم نیست که بیش از 90 درصد زنان محجبه هستند مهم اینه که اون ده درصدی حتی شاید کمتر از درصد عددی بین یک تا ده درصد که به هر دلیلی نمیخوان هجاب اسلامی رو را رعایت کنند کسی اونا رو ملزم نمیکنه یا هیچکس به خاطر روزه نگرفتن مجازات نمیشه در کنار آزاری های اجتماعی رفتن به کلاب ها رفتن به مراکز جوانان حتی مراکز توریستی در حد استانداردهای اروپایی در این کشورها وجود داره از لحاظ قوانین هم عرض کردم قوانین اسلامی رو در اجرای قوانین مدنی و جزایی لحاظ قرار ندادند پس در واقع آخرین تعریفی که من از سکولاریزم شنیدم آخرین ترجمه به زبان فارسی که اتفاقا یک فعال توییتر این انتخاب این انتخاب کرده بود سکولاریزم رو ترجمه کرده بود به دین جدا دین جدا واژه معادل فارسی سکولاریزم است به جای دین ستیز یا بیدین مطلقا سکولاریزم به معنای دین ستیزی یا بیدینی نیست ترجمه رو که من میپسندم و تازه همین یکی دو روز پیش شنیدم ترجمه دین جدا میتونه متعارف یا معنی کامل سکولاریزم باشه حالا با این مقدمه ارز میکنم که در کردستان ایران بله هم جامعه و هم احزاب که نماینده جامعه بودند سکولاریزم رو بعد از سال 57 برگزیدند جامعه کردستان جامعه سکولاری مانده بود پس از انقلاب هم در کردستان معازادی هجابی رو که قبل از انقلاب داشتیم حفظ کرده بودیم پس از انقلاب هم حتی میخانه ها آزاد بود زنان آزاد بودن جوانان آزاد بودن منشه اجرای قوانین احکام الهی نبود و جالبه بدونید که حتی در طرح 26 ای که از طرف هیئت نمایندگی خلق کرد به تهران پیشنهاد شده بود به عنوان مفاد خودمختاری کردستان و اتفاقا در روزنامه کیهان در بکنم خرداد یا اردی یا ببخشید پاییز سال 58 چاپ شده بود و هنوز هم در آرشیو موجود هست دو بند از این مفاد 26 ماده خودمختاری کردستان خیلی جالبه در یکی از بندها تاکید شده بود که در کردستان آزادی مذهب وجود خواهد داشت و نکته دوم بود که قوانین دادگاه های کردستان باید قوانین عرفی باشند نه مذهبی و الهی این به نحوی باطل کننده این ادعا هم که کورت هیچگونه مطالبه غیر از مطالبات مذهبی خود مطالبات اتنیکی خودشون نداشتن نشون میده که نه ما به غیر از اینکه مطالبات بر حق ملی و اتنیکی خودمون رو داشتیم بر مسائل سیاسی هم تاکید داشتیم مطالبات بسیار جدی سکولاریز و ادالت خواهانه را داشتیم تصور کنید در پاییز سال 58 که خمینی در اوج قدرت هست رفراندوم جمهوری اسلامی تایید شده قانون اساسی جمهوری اسلامی با تاکید بر ولایت فقیه تصویب شده و به رفراندوم هم گذاشته شده فکر کنم آذر 58 در همچو شرایطی خلق کرد موقعی که نماینده ای رو میفرسته برای تهران برای مذاکره طرحی رو تدوین میکنه بر سکولاریزم بر آزادی دین و بر عرفی بودن قوانین در دادگاه های کردستان آزادی دین در جامعه کردستان تاکید داره این که گفته میشه او در اون دوران هم احزاب سیاسی بودند که اسلامی بودند احزاب سیاسی به وجود آمدند که اسلامی بودند در کردستان تا قبل از انقلاب واقعا ما حتی یک فرد اسلام سیاسی زندانی در ایران در کردستان نداشتیم تمامی زندان, زندان های هایی که آزاد شدن پس از انقلاب همه غیر اسلامی بودند همه تبعیدی ها همه کسانی که خارج از کشور بودند همه غیر اسلامی بودند ما یک جریان اسلامی هم حتی در کردستان نداشتیم قبل از انقلاب شخصیت های سیاسی مبارز اسلامی نداشتیم قبل از انقلاب شهید یا جان باخته یا زندانی ده بیس ساله اسلامی در کردستان نداشتیم قبل از انقلاب متاثر از فضای تهران تا اندازه تا اندازه هم در پی فرصت طلبی و بخشی هم به خاطر تحریکاتی که خود تهران میخواست برای تضعیف جریان کردستان داشته باشه افرادی و جریانی در کردستان به وجود آمدند تصور کنید من میگم به وجود آمدند اولین اعلامی جدیشون مربوط به مهرماه سال 57 بوده این یعنی تنها سه ماه پس از قبل از انقلاب و در شرایطی که تقریبا سقوط شاه قطعی شده بود به کمک حکومت اسلامگرای تهران جریانی مذهبی در کردستان به وجود اومد برای تضعیف کردستان بسیار ضعیف بود هیچ وقت نتونست در سراسر سر کردستان نفوذ پیدا کنه و هیچ وقت نتونست قدرت و نفوذ کمله و دموکرات رو به شالش بکشه رابطهش با تهران وابستگیش به تهران به حکومت اسلامگرای تهران کاملا آشکار بود و در نهایت هم قربانی شد اتفاقا خود جمهوری اسلامی این ساخته دست خودش را هم تحمل نکرد من در آینده به این بحث به بحث اسلامگرایی در کردستان ایران بعد از انقلاب خواهم پرداخت به تفصیل فقط این به عنوان یک فکت از من بپذیرید من ادعا میکنم که اسلام گرایی هیچ وقت جریان غالب در کردستان ایران نبوده مثال هایی رو در مورد کردستان عراق ذکر کردید که جامعه اونجا به سمت مسیحی بودن میره همه مسلمان شدن همه اسلامی شدن بعضی گفتن داره از عربستان و افغانستان هم بدتر میشه من واقعا تعجب میکنم این کسایی که به کردستان عراق میرند طبعا مردم میبینن طیف زیادی از زنان مثلا محجبه هستن طیف زیادی از مسلمان ها از مردها ها به مسجد میرن زنان و مردم به مسجد میرن یا روزه گرفتن بسیار رایجه یا اعیاد مذهبی مثل عید رمضان عید فت بسیار معتبره در اونجا هیچ کدوم از اینها اولا حتی به حد جامعه مالزی و اندونزی و بنگلادش نرسیده یعنی اون 90 درصدی رو که با قاطعیت در مورد اندونزی عرض کردم اینو نمیشه در مورد کردستان گفت دو من عرض کردم که حتی اون جامعه که 90 درصدش هم در زندگی فردی خودشون آداب اسلامی رو را رعایت میکنند این دلیل نمیشه که حکومتشون حکومتی اسلامی هست ما در اندونزی در بنگلادش در مالزی برخلاف پاکستان برخلاف ایران چیزی به اسم حکومت اسلامی نداریم این از جامعهش در کردستان عراق به همون اندازه که ادهی هجاب رو رایت میکنند کسانی زیادی هم به میخانه میرن مشروب میخورند به همون اندازه که ادهی روزه رو رایت میکنند نماز میخورند افراد ایتیز افراد غیر مذهبی هم آزادانه فعالیت میکنن رسانه خودشون رو دارند دومن حکومت اقلیم کردستان هم حکومتی سکولار هست به غیر از جامعش حکومتیه که درش بر مبنای قوانینش بر مبنای قوانین اسلامی نیست قوانینیه که عرفیه جالبی بدونید حتی تعدد زوجات در کردستان عراق ممنوعه کسانی که بخوان مجردا ازدواج دوم بکنن مردهایی که باید این کار بکنن بخوان کار بکنن باید مخفیانه به بغداد یا به بصره یا به کربلا نجفت نجف برن و با سو استفاده از قوانین مرتجعانه ای که در عراق موجود هست میتونن ازدواج دوم خودشون رو ثبت کنن در حکومت اقلیم کردستان این از حکومت بگردیم به اپوزیسیون اپوزیسیون سیاسی کردستان هم اسلامگرایی رادیکال نیست ما اونجا دو حزب داریم که حزب اول و دوم هستن معمولا در حکومت هند حزب حزب کردستان عراق به رهبری آقای بارزانی و اتحادیه میانی کردستان به رهبری آقای بافل طالبانی احزاب سوم هم که اپوزیسیون هستن بعضی وقتها تو وارد حکومت میشن بعضی وقتها در کسوت اپوزیسیون فعالیت میکنند حزب سومشون هم جنبش گوران هست یا جنبش تغییر که اونم یک جریان سکولار هست جریان چهارمی که بعد رو به وجود اومد به اسم جنبش نسل جدید یا نوای نوه این جنبش هم یک جنبش سکولار هست یعنی در واقع پس از چهار جریان اصلی موقعی که به احزاب پنجم و ششم میرسیم تازه نوبت به احزاب اسلامی میرسند همون افراد مسلمان روزگیر نمازخان ظاهرا شما فکر کنید اسلام گر موقعی که به انتخابات میرسه یا به اتحادیه میهنی رای میدن یا به حزب دموکرات کردستان عراقی رای میدن اونایی که ناروزیان به حزب گوران رای میدن اونایی که بسیار ناروزیان به جنبش نسل نو به کاندیده های نسل نو رای میدن احزاب کردستان احزاب اسلامی در کردستان عراق احزاب پنجمی شیشم هفتم هستند موقعی که داعش به کردستان عراق حمله کرد همون افراد مسلمان که اهل روزه و نماز هستند اسلحه بر دست گرفتند و در برابر داعش از حکومت خودشون از جامعه خود، اسلامی خودشون دفاع کردند در صورتی که برعکسش در موسل اتفاق افتاد موقعی که داعش حمله کرد به موسل متاسفانه مردم موسل ازش استقبال کرد داعش تنها با چهار هزار نیرو تونست شهر دو میلیون نفری موسل رو تسخیر کنه و چندین سال این شهر رو در نظر در کنترل داشته باشه و در تمام این سالها حتی یک شورش هم علیه داعش در موسل روی نداد نکته دیگر که برام خیلی جالبه ببینید ما باید با یک اصطلاحی آشنا بشیم در انگلیسی هم مطالعات تطبیقی رو comparative ستاریز میگن ما کردستان عراق رو میتونیم با عراق مقایسه کنیم نه با سوئیس نه با نروژ نه با کانادا کردستان عراق جامعه کردستان عراق رو باید با جامعه عرب شیعه و سنی بقیه عراق مقایسه کنیم حکومت اقلیم کردستان رو اگر بخوایم ارزیابی کنیم باید با حکومت کنونی عراق مقایسه کنیم حکومتی که همین یک دو ماه پیش حتی خرید و فروش مشروبات الکلی رو در قانون در, در پارلمان عراق ممنوع کرد شاید اگر این مطالعه تطبیقی رو اگر بخوایم کنار بگذاریم کشور بریتانیا و کشور فرانسه و کشور ایتالیا هم کشورهای نادموکراتیکی هستند اگر اونا رو مقایسه کنیم با کشورهای اسکاندیناوی با کانادا و فنلاند و نروژ و نیوزلند و استرالیا و دانمارک مثلا یا سوئد در صورت که همه طبق جامعه شناسان میگن جامعه انگلیس رو باید مقایسه کنی با ایتالیا و اسپانیا و فرانسه حتی با آلمان هم زیاد مقایسهش نمیکنن چون استاندارد آلمان هم بالاتره شما تصور کنید یک فرد اگر مراسم تاجگذاری پادشاه جدید بریتانیا رو ببینه این میزان از مذهب گرایی که در دیدیم اگر یک فرد در اسکاندیناوی رو بررسی کنیم میگه یک جامعه بسیار مذهبی و یک حکومت مذهبی ما در انگلستان داریم یعنی با استانداردهای های کشورهای اسکاندیناوی جامعه و دخالت کلیسا در مذهب و دخالت کلیسا حضور کلیسا در جامعه بسیار زیاده این واژه رو لطفا در خاطر داشته باشید که ما کردستان عراق رو با بسیاری دلایل میتونیم با عراق مقایسه کنیم کردستان ایران رو میتونیم با ایران مقایسه کنیم نکته دیگر این که مسئله زن کشتن رو برجسته کردن که گویا در کردستان ایران و کردستان عراق کردها کلا مردهای کرد خشنن و زنان کرد رو میکشند به عنوان کسی که مطالعات خاورمیانه رو انجام دادم و بر این حرف خودم تاکید دارم میتونید اگر عکسش رو سراغ داشتید بفرمایید تا من معذرت خواهی کنم ازتون عرض میکنم که هیچ مطالعه ای نشون نداده که جامعه مردهای کردستان از بقیه جامعه مردهای خاورمیانه خشن ترند اما بسیاری مطالعات ثابت کرده که زنان کردستان شجاعتر و نترسترند از زنان هم خودشون در خواهر میانه بسیار فکت های تاریخی میتونیم بیاریم که اولین زنانی که دست به اصله بردن اولین صفوف زنان مبارز در کردستان ایران شکل گرفت اولین جنبش های عمیق فمینیستی در کردستان ایران شکل گرفت اولین حضور زنان در مدیریت جامعه در کردستان سوریه شکل گرفت اه و متاثر از آن اعتبار و کریدیت اتفاقا برای مردان کرد باید قائل باشیم من این مطالعه رو البته میدانی انجام ندادم به تخمین ارز میکنم میزان نفوذ و پذیرش اندیشه فمینیزم در میان مردان کرد بیشتر از بقیه مردان خاور است یعنی به قول دوستی کردها تونستن این ضعفی رو که شامل همه جامعه خاورمیانه است زن ستیزی مرد متاسفانه در این زمینه تمامی جامعه خاورمیانه در یک سطح با هم این عوارز عقب اجتماعی تاریخی رو داریم تحمل میکنیم اما با این تفاوت که جامعه کردستان آنتیتز یا ضد این اندیشه رو پیدا کرده و فمینیزم در کردستان فعاله بخشی از اطلاعات وسیعی که شما از خشونت در کردستان میبینید به این دلیل هست که فمینیست های کرد فعالند آمار و اطلاع, اطلاع رسانی در این زمینه به روز هست و به اضافه اینکه طیف وسیع از مردان کرد هم با افتخار به جنبش فمینیستی پیوستند و به نقد جامعه مرسالارانی میپردازند در یکی از رسانه های خارج از کشور رسانه ایران اینترنشنال یک شخصیت سیاسی بسیار موجه رو که من خودم از این واژه تعجب کردم دعوت کرده بودن و با افتخار میگفت می گفت من هر بار کلمه فمینیست رو میشنوم کهیر میزنم و توقع داشت که همه مثلا تحسینش کنند در صورتی که واژه فمینیسم در جامعه سیاسی کردستان ایران پذیرفته شده در انتقادی که میکردن میگفتن که چرا مثلا در یکی از ویدیوی شده بود که متاسفانه در شهر سلیمانی یه جوان نفهم ناآگاه حمله کرده بودن به خانومی رویداد بسیار ناخوشایندی بود و بسیار هم پخش شد اولا پخش و انتشار این ویدیو کار خود فعالین فمینیست کردستان عراق بود دو من یادشون میره که اینم اضافه کنن معمولا هم آمدانه بابت این رویداد بسیار تلخ 16 تن از این جوان ها و جوان ها از این پسرها در سلیمانی بازداشت شدند و پس از بازداشت چندی نفرشون با محکومیت مواجه شدند راستی اسید پاش ایران الان کجان کماکان پس از چند سال آیا بازداشت شدند آیا کسی دنبالشون بود خود جامعه حکومت که به کنار خود جامعه ایران چقدر پیگیر این جنایت بودند چقدر تونستن این بحث رو زنده نگه دارند اما فمینیست های کرد در عراق با افتخار این ویدیو رو پخش کردند ترجمه کردند آبروی حکومتشون هم بردن نیروی نظامیشون هم مجبور کردند که با این مسئله برخورد کنند به هر حال این واژه مطالعات تطبیقی مطالعات مقایسه رو در نظر داشته باشیم و این بحث ها در واقع این انتقاد ها من ازش استقبال می کنم چون هرچی بیشتر که این مسئله رو به چالش بکشید فرصت بهتری هست که به این مسائل بپردازیم ابعاد بیشتری از این مسائل روشن میشه و متقابلا بحث زنده تر خواهد شد من کماکان در رو بر روی این بحث باز میگذارم ازتون درخواست میکنم نظرات انتقالات خودتون رو بفرمایید این بحث من در سه چهار سال آینده هم خواهد بود این بخشی از تز تحقیقاتی منه شما با کامنتاتون با نظراتتون میتونید لطف بزرگی در حق من بکنید احیانا اگر کاستی باشه بتونم من رفت کنم اگر ابهامی باشه بتونم برطرف کنم حالا به بحث ناسیونالیزم قومی میرسیم واجه ای که اگر به انگلیس به فارسی واجه ای انگلیسی یا بگیم فرانسوی عربی ناسیونالیزم یک واجه فرانسوی است با این تلفظش قومی یک واجه عربیه که الان در زبان فارسی بسیار رایجه اما اگر هر دوتا رو با هم به فارسی ترجمه کنیم به فارسی امروزی میفهمیم که این واجه چقدر مسحکه ناسیونالیزم قومی رو ترجمه کنیم باید بهش بگیم ملیگرایی قومی تصور کنید ملی گرایی قومی یک چیز بسیار نامتعارف ناهمگون مثل این میمونه بگیم امت گرایی ملی امت که چیزی به استانداردهای امروزی بالاتر از ملت هست بگیم که این عده از ملت دارن امت گرایی میکنن از نوع ملیش به همین اندازه که این واژه بی مفهوم هست ناسیونالیزم قومی هم یا ملیگرایی قومی هم نام، نامفهوم است تعریف نشده است یا حداقل دقت نشده در ترجمهش در صورتی که معادله این در فارسی در انگلیسی وجود داره اتنیک نشنالیزم و هیچ کسی هم ایراده بهش وارد نمیکنه چون کلمه اتنیک در زبان فارسی تعبیر متفاوتی ازش شده اگر بگیم ناسیونالیزم اتنیکی غلط نیست اثنوناشنالیسم اتنیک ناشنالیسم وجود داره ناسیونالیسم اتنیک هم وجود, وجود میتونه وجود داشته باشه اما ناسیونالیسم قومی واژه ناهمگونی است غلطه نادرسته فکر نشده است اما اتنیک ناشنالیسم چیه یا ناسیونالیسم اتنیکی چیه در اینجا این تقسیم بندی که توسط جامعه شناسان اروپایی صورت گرفته نقطه مقابلش اگر ترجمهش کنیم به ناسیونالیزم قومی نقطه مقابلش ناسیونالیزم ملی نیست که اونم کلمه غلطیه ملیگرایی ملی یعنی چی این تقسیم بندی که در آستانه در حین جنگ جهانی دوم و در مطالعه ناسیونالیزم آلمانی آغاز شد و توسط یک جامعه شناسی به اسم هانس کوهن این تقسیم بندی صورت گرفت این تقسیم بندی ناسیونالیزم اتنیکی و آن دیگری که حالا ارز میکنم آن دیگری چیه در جامعه شناسی یا در مطالعات ناسیونالیزم ایرانی زیاد کار روش نشده آن زمان نقطه مقابل ناسیونالیزم اتنیکی رو ناسیونالیزم دولتی گذاشته بودند یعنی ما اتنیک ناسیونالیزم داشتیم و ستیت ناسیونالیزم یا سیویک ناسیونالیزم هر دوتا کاربرد داشت فرق این دوتا چیه؟ ارز کردم در برنامه قبلی در زبان انگلیسی فرقی میان اتنیسیته و نیشن وجود نداره در واقع تعریفی که از اتنیک دارن اینه که اتنیک یک مل... تعریفی که از ملت دارن مذارت بخوام ملت یک اتنیکیه که دارای مطالبات سیاسی است یا اگر ترجمهش رو با واجه های رایج فارسی به کار ببریم ارز کردم که ملت قومیه که دارای مطالبات سیاسیه یعنی در واقع هیچ فرقی میان قوم و ملت وجود نداره قوم اگر بدون مطالبه سیاسی باشه همین قوم یا اشیره یا ایل یا تبار باقی نمونه همین قوم اگر مطالبه سیاسی داشته باشه تبدیل به ملت میشه پس در انگلیسی این مشکل نداشتن که نقطه مقابل اتنیک نشنالیزم یا تعجب کنم بگم که اتنیک نشنالیزم یک ترکیب غلطیه اتنیک در مقابل ستیت نشنالیزم یا سیویک نشنالیزم قرار داره برای اینکه با این واژه ها آشنا بشید میتونی الان این واژه ها رو در تصویر ببینید ترجمه نشنالیزم اتنیک state nationalism یا سیویک نشنالیزم رو میتونیم بگیم ناسیونالیزم دولتی ناسیونالیزم کشوری چرا این تقسیم بندی صورت گرفت در مطالعاتی که در قرن بیستم در مورد منشه ناسیونالیزم ها صورت می گرفت چرا چون حداقل دانشمندان با همه اختلافاتی که با هم داشتند متوجه شده بودند که ناسیونالیزم فقط یک نوع نیست و همه ملت ها رو نمیشه در یک طبقه بندی ناسیونالیزم قرار بگیرن قرار بدن به همین دلیل از شکل جمعش استفاده میکردند از ناسیونالیزم ها استفاده میکردن این خودش از آنی بود به اینکه ما انواع ناسیونالیزم داریم یکی از تقسیم بندی های بسیار رایج آن زمان تقسیم بندی ناسیونالیزم اتنیکی و ناسیونالیزم دولتی بود مثال های برداشت هم فرانسه و آلمان بود که بعدا نمونه های دیگر هم عرض میکنم ناسیونالیزم دولتی ناسیونالیزمی بود که در آن دولت قبل از ملت ایجاد شده بود به این معنا که چیز به اسم ملت فرانسه وجود نداشت ولی دولت مقتدر فرانسه ایجاد شده بود انقلابیون یا دولت مردان وقت فرانسه برای اجرای سیاستاشون برای تعمیم سیاستاشون به سراسر سر فرانسه برای تعمیم آموزش همگانی نیاز داشتن که یه چیزی رو بسازن به اسم ملت فرانسه پس یک پروژه رو در نظر گرفتن کیا دولت مردان فرانسوی که چکار کنند که چیزی به اسم ملت فرانسه رو بسازند یعنی نخست دولت فرانسه شکل گرفت بعد ملت در مورد آلمان برعکس بود در مورد آلمان چیزی به اسم دولت آلمان وجود نداشت اما مردم یا ملت آلمانی یا آلمانی زبان وجود داشتند و بسیار مخصوصا در مقایسه با فرانسوی ها در پی انقلاب فرانسه بسیار معذب بودند که چرا دولت ندارند تمام پیشرفت های فرانسه رو میدیدن ولی این پیشرفت‌ها رو برای خودشون نمیدیدن چرا میدونستن چیزی به اسم ملت آلمان مردم آلمان مردم آلمان نژاد نژاد آلمان زبان ببخشید نژاد آلمانی اینو وجود داشت اما یک دولتی که مثلا در برلین یا در بین مرکز داشته باشه پایتخت داشته باشه و یک جغرافیای واحدی به اسم آلمان رو به وجود بیاره این دولت وجود نداشت به این ناسیونالیسم میگن اتنیک نشنالیزم. ناسیونالیزم اتنیکی ناسیونالیزمی که ملت زودتر از دولت به وجود آمد حالا این فشار این ملت فشار نخبگان ادیبان هنرمندان فیلسوفان مثلا هگل فیلسوف بزرگ آلمانی بود بسیار دولتگرا بود چرا چون بخش زیادی از عقبماندگی جامعه خودشون از این میدونست که چیزی به اسم دولت آلمان وجود نداره ولی میدید که دولت فرانسه وجود داره و از این متاسف بود از فیلسوفانش تا موسیقیدانانش تا شاعرانش ادیبانش مخصوصا با تأکید بر از زبان آلمانی تلاش بسیار زیادی کردن طی دهه ها تا تونستند دولت آلمان رو به وجود بیارن پس در ستیت نشنالیزم یا ناسیونالیزم دولتی نخست دولت به وجود اومد بعد این دولت مردان برای اجرای سیاستاشون ملت رو به وجود آوردند در اتنیک نشنالیزم یا ناسیونالیزم اتنیکی نخست ملت وجود داشت و این ملت با اراده پولادین طی چندین دهه دولت آلمان ساختند نمونه های دیگرش از فرانسه بعد از فرانسه است بریتانیا که موفقیت توی فرانسه رو دید هنوز چیزی به اسم ملت بریتانیا یا حتی ملت انگلیس هم وجود نداشت ولی یک دولت قوی در لندن وجود داشت به اسم دولت بریتانیا که دید رشد فرانسه چقدر قویه گسترش صنعت گسترش سواد گسترش نظامی سربازگیری ارتش قوی اونها هم اومدن ملت فرانس، ملت انگلیسی و بعد ملت بریتانیا رو ساختند از بریتانیا هم نمونه دیگر از اتنیک از استیت نشنالیسم یا ناسیونالیسم دولتی بود و هم این کشورهایی که نمونه دیگرش کشورهایی بودند که از فروپاشی یک امپراتور در یک امپراتوری وسیع وجود داشت مردم از این امپراتوری ناراضی بودند ولی در پی فروپاشی این امپراتوری تونستن هر کدومشون با تاکید بر هویت اتنیکی خودشون دولت خودشون رو بسازند. مشخصا پس از جنگ جهانی اول و در پی سقوط امپراتوری اتریش مجارستان به غیر از این دو تا اسم اتریش و مجارستان که روی این امپراتوری بود سرزمین های بسیار وسیع تری از بخشی از ایتالیا گرفته تا لهستان اوکراین کنونی بخشی از بوسنی سر... سربستان همه اینا جزی بودن از امپراتوری عظیم ا... امپراتوری عظیم اتریش و مجارستان و اینها علیه این امپراتوری مبارزه می کردن. پس از فروپاشی اونا هر کدومشون تونستن دولت خودشونو بسازند پس نوع دیگرش نوعی بود که علیه یک دیکتاتوری قیام می کردن. علیه یک امپراتوری یا علیه یک دولتی که وجود داشت به اسم بریتانیا که ایرلندی ها ایرلندی های شمالی و جنوبی علیه بریتانیا مبارزه می کردند و در قسمت جنوبی مردم ملت ایرلندی تونستن دولت مستقل خودشون بسازن در قسمت شمالی تونستن دولت خودمختار خودشون بسازن اما درون بریتانیا بمونند پس به این تقسیم بندی می نمونه های مثل انگلیس و فرانسه نمونه های ناسیونالیزم دولتی بودند نمونه مثل آلمان، ایرلند، رومانی، بوسنی اوکراین لهستان اینا ناسیونالیزم های اتنیکی بودند یا اتنیک نشنالیزم بودند که به غلط در زبان فارسی ترجمه شده به ناسیونالیزم قومی طبعا مدل ایران مدل ناسیونالیزم دولتی بود یک دولتی تشکیل شده بود یک عده منول فکر زمانه خودشون که به حلقه برلین مشهورند نمونه های موفق اروپایی رو دیده بودند به این دولت میگفتن که شما چیزی باید بسازی به اسم ملت ایران یعنی ما دولت ایران رو داشتیم ولی به معنای امروزیش صد سال پیش چیزی به اسم ملت ایران رو نداشتیم این دولت که زمان رضا شاه برمیگرده به, به،, اهداف توس به خاطر توسعه توسعه آموزش توسعه صنعت ایجاد ارتش منظم سربازگیری وسیع این مدل فرانسوی رو تقلید کرد که این بس دیگه تکراری میشه چون با سر سال تاخیر این کار رو انجام داده و عواقبش رو ندیده بود تاکید کردن بر ملت ساختن چیزی به اسم ملت ایران برای همین است که ناسیونالیزم کنونی ایرانی ناسیونالیزمی است و ناسیونالیزمی خاک محور است دولت محور است ناسیونالیزمی انسان محور نیست این, چون این نیست که بگید ایرانی ها سال ها دهه ها صده ها حسرت این رو داشتن که یک دولت داشته باشن نداشتند و بعد با هم متحد شدن و بعد راهبرانی انتخاب کردن و بعد مبارزه کردن و به تدریج واحدهایی با هم متحد شدن و چیزی به اسم ایران رو ساختند چون این نبود یک دولت وجود داشت که این دولت تسلط شمدانی بر مناطق نداشت به دلایلی تصمیم گرفت که توسعهش و تسلطش توسعه بده و برای اجرای این سیاست ایده دولت ملت ایران رو مطرح کرد با تاکید بر یک زبان خاص یک فرهنگ خاص اومد گفت که ما چیزی داریم به اسم ملت ایران به مردم غیر فارس هم گفتن به کردها عربا بلوچ ها, عرب ها،, ها، ترکا ها که شما از این به بعد بخشی از ملت ایران هستید زبان ما زبان فارسی است فرهنگ ما فرهنگ فارسی است سیستم اداری هم سیستمیه که مرکزش در تهران تمرکز در تهران از یک سیستم مرکزی دو یک دولت مرکزی هم از روز اداری هم از روز سیاسی سی، هم از روز اقتصادی متاسفانه که بعد از صد سال عواقبش رو میبینیم این گونه بود که مثلا یکی از محققین آقای کامران متین از اصطلاح Nationless nationalism نشنالیزم استفاده میکنه برای این کارهایی که رضا شاه کرد یعنی ملیگرایی بدون ملت چیز به اسم ملت وجود نداشت ولی ملیگرایی رو به وجود آوردن که بتونن ملت رو بسازند و براشون خاک مهم بود ساکنین اون خاک براشون اهمیت نداشت حتی در بسیاری موارد متنفر بودند و آقای علی انصاری یکی از پژوهشگران مطالعات ایرانی در دانشگاه سن سال 2019 در یک کنفرانسی که برگزار شده بود جمله ای رو به کار برد که من انگلیسی رو بهتون میگم جمله ساده ایه چهار کلمه است میگه ایرانی ناشنالیست هیت ایرانیانز ترجمهش خیلی جالبه به های ملیگرا... ایرانی از ایرانیان متنفرند در این جمله تنزی و یک تناقض زیبایی وجود داره ملیگراهای ایرانی از ملت ایران متنفرند از نظر اونا همه یا خائنن یا مزدورن یا عامل بیگانند یا چپن یا مجاهدن یا کردن یا تجزیه طلبن یا نفهمن یا قدر زحمات رو نمیدونند یا در فتنه پنج و هفت نقش داشتند ظاهرا میگن ما ملیگرا هستیم ولی با بیش از 90 درصد مردم نه تنها عشق به ایرانی ندارن که میتونیم بگین که متنفرن و این تقدم خاک بر خون خاک بر انسان رو هفته پیش شاید بریم در حمله ای که علیه خانم رویا حکاکیان یکی از زنان آزاده مبارز ایران داریم که هفته گذشته به خاطر اینکه این گفته بود که انسان مقدم است بر خاک چنان به سلطنت طلب ها و به ظاهر ملیگره های ایرانی برخورده بود که یکی از وحشیانه ترین برخوردها رو با ایشون داشتم زنی که تمام زندگیش رو صرف مبارزه علیه جمهوری اسلامی و مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت کرده و دیدگاه بازی داره ولی چون با این نسخه فکری آنها که معتقدند خیر خاک مقدم است به نحوی میشه گفت اونا خاک پرست شدن نه آن انسانی که برای اون خاک زندگی میکنه و یک نگاه ارگانیکی انگار مثلا این خاک موجود زنده است یا این یک موجود موجودی که از ازل بوده یک پدیده ازلیه و گوی آبدی هم خواهد بود تا ابد خواهد ماند همچون نگاهی دارن به خاک و از مردم متنفرن موقعی که یک نفر اومد گفت که نه انسان مقدمه بر خاکه چون این وحشیانه بهش حمله کرده بسیار خوب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم من برنامه آینده رم سعی میکنم اختصاص بدم به بحث ادامه این بحث و کامنتاتون رو با دقت میخونم بحثایی رو که فرصت نشد امروز باز کنم باز خواهم کرد و این جمعه یا شنبه نمیتونم ویدیو پخش کنم در یک کنفرانسی خواهم بود و هفته آینده هفته بعدترش حتما در خدمتتون خواهم بود خیلی ممنون از وقتی که گذاشتی لطفا من رو از کامنت ها و ملاحظات خودتون مطلع کنم